خب جناب آقای عالی پیام عزیز، حالوی عزیز، بیا ببینیم چیکار بخواد کنیم. دست استاد سامی محفلاتی رو می‌بوسم. دوستان از من می‌پرسیدن که این عصا چیه دستت؟ من نه پام درد میکنه، نه کسی قلم پامو خورد کرده و نه مشکلی دارم. تنها دلیلش اینه که توصیه مؤکد شد به من که این جلسه دست به عصا شعر بخونم. و من شعر جدید براتون دارم، ولی تو این جیبمه و شما عصا دستمه نمیتونم درارم. اینه که انشالله ماه بعد براتون خواهم خون. برای خوردن سیبی خدایا نمودی از بهشت ترد ما را، برای خوردن یک آب انگور جهنم جای من دادی الها، به ما ربطی ندارد حکمتت، لیک بگو با میوه مشکل داری آیا؟ دقیقا 8 سال پیش بهمن ماه یه همچین روزهای من تو قطار کرمان میمدم تهران، روزنامه یه خبری دیدم راجع به یک قطار باری که تو نیشابور منفجر شده بود به خاطر اینکه این قطار حامل گوگرد، نفت، بنزین، کود شیمیایی با ترکیبات نیترات سدیم بود. یعنی همه اینا رو تو یه قطار گذاشته بودن و هم میکرد. من همون موقع یک شعر در این رابطه گفتم همونجا تو همون قطار، من تا هیچ وقت این رو فرصتی نشد جایی بخونم. امشب که دستمون به اساس، این شعر تقدیمتون میکنم تا بعد ببینیم چی میشه. میگفت خرکچی جوانی در راه امامزاده داوود، هر کرخری بداند این راه از راه نبوغ ذات زیجود، بر روی الاغ اگر ببندم گوگرد کنار پنبه و کود، همراه دو پیت نفت و بنزین حاصل نشود جز آتش و دود. این بار کجا رسد به منزل، مقصد نرسیده گشته نابود. گفتم که عزیز ذکر یاسین در گوش خران نمی کند سود، در خون و رگ مقام داران وجدان که نبود و نیست موجود، کی فایده دارد این نصایح با این ترهات طنز آلود. مسئول همین قطار اگر شد از پست و مقام خیش مطرود، در جای دیگر مقام دیگر مشغول به کار می شود زود. هی جوش نزن جناب حالو، عشق از همان الاغ و یابو.